سلام همزبانای مهربون، حالتون چطوره؟ به کانال استار ایرانی، به کانال خودتون خوش اومدید. امروز اومدیم با یک ریاکشن خیلی خفن از خانم مژگان عظیمی. امیدوارم که ازش لذت ببرید. فقط دوستان یادتون باشه حتما ما رو حمایت کنید، سابسکرایب یادتون نره، منتظر لایک و کامنتاتون هستیم. دوستان بریم ترک خانم مژگان عظیمی رو گوش بدیم. اسم این ترک از آیه، شعر از فروغ فرخزاد و شهرام فرشید موزیکشه. یه تغییراتی هم داخلش داده انگاری. بریم ببینیم چیکار کردن دوستان. امیدوارم که ازش لذت ببرید. برو بریم. خب اول کلیپ داریم میبینیم که خانومی داره زایمان میکنه و پدرم داره دعا میکنه که بچهش پسر باشه. وای مرضیه سر زا از دنیا رفت. خیلی ناراحت کننده است. مرضیه چی شدی؟ ببین خواست خدا بده. واقعا جای تأسف داره. این حرکت این آقا واقعا جای تأسف داره. مادر مرده داره میزنتش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بچه دختره. آیه گردن بدهی دل ندهی کار خراب است، چون خوردن نوشابه در جام شراب است. گر تم بدهی دل ندهی کار خراب است. شعرش واقعا درست. تن ندهی باز خراب است. این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است. اینجا معلوم نیست مرده به خاطر چی ناراحته. اینکه زنش مرده ناراحته، اینکه بچهش دختره ناراحته. من که نفهمیدم واقعا دو پهلوه. اینجا و تو از عشق و وفا هیچ نگویم، چون دغدغه مردم این شهر حجاب است. تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد، یک آیه میخوانند گناه تو ثواب. شعر واقعا حرف نداره. میگه یک آیه بخوان، یک گناه ثواب است. مگه میشه؟ مگه داریم همچین چیزی هستن؟ خریدن تنت را و بریدن کفنت را، و یک آیه و چند سکه ببستن دهانت را. خب ایرانی هم یه مثالی دارن، میگن با لباس عروس میره خونه بخت و با کفن برمیگرده. این سنت قدیمیه دیگه. اینو مثالو میزنن. حالا اینم هم داره همینو توصیف میکنه. ببینیم ادامه کار چیه. روحی و کار است نه عشقی و بار است، فقط شهوت مردانه و اندام تو یاره. خب در مورد خانم مژگان عظیمی بگم که ایشون متولد مشهد هستن، همین ایران، و پدر مادرش تا افغانستانی هن ولی خودش ایران متولد شده. این همون بچه است که به دنیا اومده، داره یواش یواش بزرگ میشه. زنی را به فروشت پی پیسم، حق همینه دیگه، اینجا گفتنی نیستی، خودش داره میگه دیگه که کسی که اگه زن را دختر را بفروشه به پول جاش ته دوزخ است. واقعا هم راست گفتن. پای جهان مرتبه زن بلند است، در کشور من زن مثل میت به حساب است، ای کاش که دلقک شده بودم. اینجا یه چیزی گفت من متوجه نشدم، یه بار دیگه برگردیم عقب. پای زن بلند است، در کشور من زن مثل میت به حساب است. میگه در کشور من زن مثل میت به حساب است. یه خود برام نامفهومه این جمله. بریم اتمامش رو گوش بریم میشیم. ای کاش که دلقک شده بودم نشاعر، در کشور من ارزش انسان و نقاب است، تن را بدهی دل ندهی فرق نداره، یک آیه بخوانن گناه تو ثواب است. خب دختره مثل این که فرار کرد دیگه، راست میگه دیگه. چه وضعیه این مرد 60-70 ساله اومده دختر 14-15 ساله رو بگیره؟ واقعا این رسم دیگه منسوخ شده همه جای دنیا. البته ناگفته نماند که تو بعضی از شهرهای ایران هم همچنان به این رسم بد ادامه میدن. بریدن کفنت را و یک آیه و چند سکه ببستن دهانت را، نه روحی و کار است نه عشقی و بار است، فقط شهوت من. واو چی شد چی شد، مرد دختر خوش کشت. نمیخواد دیگه، مگه زورکیه، نمیخواد به ازدواج کنه. دونه با اندام تو یاره، واقعا دیگه این قسمتش حالم بد شد از این مرد. گریه واسه چی میکنی الان؟ اشک تمسا که میگن همینه ها. دختره داری زورکی شوهر میدی، بعد میکشیش، بعد گریه هم میکنی. اون کس که زنی را به فروشت پی پیسا، حق است که روحش ته دوزخ و عذاب است، هر جای جهان مرتبه زن بلند است، در کشور من زن مثل میت به حساب است، ای کاش که دلقک شده بودم نشاعر، در کشور من ارزش انسان و نقاب است، تن را بدهی دل ندهی فرق نداره. واقعا عجب شعری گفته این فروغ فرخزاد، خیلی قشنگه خیلی قشنگ. البته نه ببینیم که خانم مژگان عظیمی هم خیلی قشنگ این شعر رو خونده، آدم لذت میبره. با این که یه خورده آدم از این کلیپ یه خورده حالش بد میشه، ولی شعر خداییش قشنگه. یک آیه بخوانن گناه تو ثواب است، دیگه اینجا مشخصه دیگه دارم قسلش میدن که کفن کنن و خاکش کنن دیگه. خیلی ناراحت کننده است، دختر به این جوانی تو این سن به دست پدر کشته میشه. خریدن تنت را و بریدن کفنت را و یک آیه و چند سکه ببستن دهانت را، نه روحی و کار است نه عشقی و بار است، چی کار داره میکنه این؟ من فکر کردم رو خاکش میخواد بکنه، اوور سر عقد سر سفره. میگه میشه داریم مگه همچی چیزی؟ اینجاست که اونو میگه به میت به حساب استا، یعنی دختره رو فروخته، حتی میتش هم رحم نمیکنن، مرده رحم نمیکنن بهش. یعنی باید شوهرش تو همون وضعیت هم باید شوهرش بدی بره دیگه، مهم نیست مرده زنده است. بگم آخر این عسله، عسل دهن مرده میذاری، از صد تا زهرم بدتره واسه تو. واقعا من میخوام بدونم این همه جا هست، یعنی همچنان این رسم هست؟ بعید میدونم، بعید میدونم. خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت کننده است اگه همچین چیزی همچنان اگه باشه، واقعا جای تأسف داره. دلت را و غرور و حرمتت را سکوتت گرفت است و تمام فرصتت را بنانه تو راضی شدی و هرچ نگفتی، همین است که جاهل زده بر تو قیمتت را خریدت زدت را و قرید. چیه اصلا این ادامه این کلیپ رفتنش واقعا برام میخوره سخته حقیقت. چی اصلا داره میبرش تو فکر تو فرقون کاشی کرده، داره میبره مرده رو. کجا میبری؟ باید بری خاک کنی دیگه، میبری خونه. واقعا ناراحت شدم، واقعا ناراحت شدم، اصلا حالم بد شد خودش بود. یعنی من که لذت نبردم، نمیدونم شما هم لذت بردی، نمیدونم به خود چی بگم. خب دوستان مدرم که دیدن این کلیپ ناراحت نشده باشید، نمیخوام لذت ببرید، اصلا ناراحت نشده باشید، گرچه باید همچین چیزایی باشه، آموزنده‌ای باید باشه تا آدما ببینن و درس عبرت بگیرن دیگه. من که واقعا ناراحت شدم حقیقت. دوستان فقط سابسکرایبم نکنید، لایک هم نکنید، کامنت هم نذارید، خودم خوشم نیومد. هر چی دوست دارید، هر چی کاری با دوست دارید انجام بدید، واقعا خودم خوشم نیومد. عشقید.